سرخط خبرها. آغاز پیک جدید شیوع کرونا در 15 استان ایران. آمار رسمی قربانیان دوباره رکورد شکست. 272 نفر در یک روز. سفر رئیس بانک مرکزی ایران به بغداد همزمان با شروع تزریق دلار به بازار برای مهار قیمت. همتی برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده با مقامات عراق گفتگو می کند. ابقای رئیس جمهوری تاجیکستان برای یک دوره 7 ساله دیگر. کمیسیون انتخابات می گوید امام علی رحمان بیش از 90% رأی آورده. بررسی صلاحیت قاضی نامزد دیوان عالی آمریکا در سنا. گزینه ترامپ تعهد می‌دهد که بی‌طرف بماند. سلام، عصرتون بخیر. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران دوباره رکورد شکست. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 272 نفر دیگر جانشان را از دست دادند که از آغاز زمان شیوع کرونا بی سابقه است. همزمان به گفته این وزارتخانه پیک جدید کرونا در 15 استان از 31 استان کشور شروع شده. دولت برای مقابله با موج جدید کرونا زدن ماسک را در تهران اجباری کرده و جریمه هایی برای متخلفان در نظر گرفته. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. طی 24 ساعت گذشته 272 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. رکورد بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تا امروز. در روزهای اخیر تعداد تلفات کووید 19 عمدتاً بالای 200 نفر بوده. این جدول نشان می‌دهد که طبق آمار وزارت بهداشت ایران از دوشنبه گذشته چند نفر جانشان را از دست دادند. آماری که برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا هم در صحت آن شک دارند و پیشتر گفته بودند که شمار واقعی از آمار رسمی بالاتر است. افزایش تلفات در حالی است که در 15 استان ایران پیک جدید کرونا شروع شده، یعنی تقریبا در نیمی از کشور. مینو مهرز عضو ستاد مبارزه با کرونا میگوید وضعیت بحرانی است. بیمارستان‌ها تخت خالی برای بستری کردن مبتلایان جدید کرونا ندارند. و اگر شرایط اینطور ادامه پیدا کند، آمار مرگ و میر بالاتر هم می رود. شرایطی که خانم مهرز می گوید بعضی از بیماران به بیمارستان نرسیده جانشان را از دست می دهند و مردم خانوادگی به کرونا مبتلا می شوند. دولت ایران برای مقابله با این شرایط زدن ماسک را اجباری کرده، اما همه از کیفیت ماسک ها راضی نیستند. از جمله این تولید کننده که میگوید بعضی از ماسک هایی که وارد بازار شده مصداق جنایت است. خشاب نداشت آقا این ماسک. ماسکی که وارد کردی آی آقایونی که اسپانه خالی میزنید، آی دوستان عزیزی که اسم خودتون امروز گذاشتید تولید کننده، جنایت دارید میکنید. ماسکی که خشاب نداره داره میره تو سطح جامعه، هموطن عزیز من، شهروند عزیز من این ماسک رو صورتش داره میزنه، هیچ ایمنی نداره. ماسک وارداتی نیاز نداشیم مملکت بزرگوار. چه رانتی پشت این قضیه است که ماسک از چین اومده، تاریخ مصرف گذاشته، من علمش رو ندارم. وزارت بهداشت اینجا باید ورود کنه. با اجباری شدن ماسک در ایران، دولت برای کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند جریمه وضع کرده. چون من پام شکسته، من مشکله برام، نمیتونم ماسک بزنم. کسانی که ماسک نمیزنند 50,000 تومان و افراد مبتلا که قرنطینه را ترک میکنند 200,000 تومان جریمه میشوند. جریمه هایی برای مغازه‌دارها و راننده ها هم در نظر گرفته شده. پلیس رامان رانندگی هست و میتونه مثل کسی که کمربند نبسته اون خودرو متوقف بکنه و اگر راننده ای ماسک نزده باشه 100,000 تومان جریمه میشه. به ازای هر مسافری که سوار کرده و اونا ماسک ندارن دوباره راننده 20,000 تومان جریمه میشه و خود مسافر هم 50,000 تومان جریمه میشه. در ارتباط با اتوبوس ها هم باز به همین صورت. اما هنوز جریمه ها اعلام نشده، بازار کلاهبرداری داغ شده. سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داده کسی جریمه را با پول نقد یا با کارت خوان پرداخت نکند. هیچ فردی به عنوان مأمور وزارت بهداشت یا دستگاه‌های دیگر نسبت به اخذ جریمه ماسک به صورت نقدی یا با استفاده از کارتخوان به مردم مراجعه نمی‌کند و افرادی که این اقدام را انجام بدهند کلاهبردار هستند. ماسک زدن در شرایطی اجباری شده که مشخص نیست، در نبود دورکاری گسترده و در نتیجه شلوغی وسایل نقلیه عمومی آیا جلوی شیوع کرونا به طور مؤثر گرفته می‌شود؟
برخلاف بسیاری از مردم ایران که شرایط دورکاری ندارند، رهبر ایران در مراسم دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح با ارتباط اینترنتی حضور پیدا کرد. اما تلویحاً از برگزاری مراسم عزاداری محرم دفاع کرد. مسئولان دولتی بیشتر گفته بودند عدم رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی در مراسم عزاداری به ایجاد موج جدید کرونا در ایران منجر شد. پرهام قبادی، بی بی سی. پیشتر از مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار در تهران درباره شرایط کرونا در این شهر و وضعیت توزیع ماسک و دارو پرسیدم. اونجوری که توی روزهای اخیر خیلی بیشتر میشه مشهود هستش در سطح شهر تهران، یه فراگیر شدن استفاده از ماسک هست. یعنی مردم، حالا بخشی از اون الزاماتی که گذاشته شده و بخشی هم خب فراگیر شدن و نگرانی بیشتر مردم باعث شده که استفاده از ماسک خیلی بیشتر شده. یعنی کمتر کسی رو تو سطح شهر میبینیم که ماسک نداشته باشه. ولی خب موضوعی که هست فکر میکنم یه کیفیت ماسک هاست. یعنی خیلی مشخص نیست. یعنی من که ماسک رو خریداری میکنم نمیبینم که آیا این ماسک واقعا استانداردهای لازم رو داره یا نه. درسته. وضعیت بیمارستان ها چطور خانم هایزاده؟ وضعیت بیمارستان ها خیلی بد هست. یعنی جرأت میتونم بر اساس مشاهدات خودم میگم در مورد بیمارستان های دولتی عملا پذیرش انجام نمیشه. مثلا من همین چند شب پیش به یکی از بیمارستان های دولتی مراجعه کردم. شلوغ، بسیار شلوغ و عمدتا تخت خالی ندارن. بیمارستان های خصوصی هم خب هزینه ها بسیار بالا هست. یکی که مثلا اگر فرد قرار بشه اونجا پذیرش بشه، رقم های خیلی بالایی باید ابتدا واریز بکنه، مثلا بالای 30 میلیون باید واریز بکنه که امکان این ارائه خدمات رو داشته باشه، برای یک تخت اون اختصاص پیدا بکنه. و وضعیت دارو، با گزارش هایی داریم مبنی بر کمبود داروهای هم مرتبط با کرونا هم دیگر داروها. وضعیت دارو فقط مربوط به الان نیست. الان خیلی بیشتر شده دیگه. خب دارو اون عرض نیمایی، حالا 4200 مدت هاست که نداره. الان عرض نیمایی امروز اگر اشتباه نکنم بالای 24000 تومان بود. تازه اگر اختصاص پیدا کنه، ما توی ماه‌های اخیر رشد خیلی بالای قیمت دارو داشتیم. توی انواع داروها، مخصوصا داروهای مکمل و ویتامین ها. یه اتفاق دیگه ای که علاوه بر افزایش قیمت های دارو افتاده این هستش که تو بازار داروی خارجی اصلا گیر نمیاد. عمدتا داروهایی که وجود دارن برای حالا حوزه های مختلف عمدتا مشابه ساخت داخل هستش و خیلی داروها دیگه واقعا وجود ندارن، حتی با قیمت های بالاتر. مولود حاجی‌زاده بود، روزنامه‌نگار از تهران. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در ایران همسر شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت خیریه امام علی، خبر داده که 26 روز است از وضعیت او بی اطلاع است. زهرا رحیمی در توییتر نوشته که همسرش در بند 2 الف زندان اوین تحت نظر سازمان اطلاعات سپاه است و پیگیری‌های او نتیجه‌ای نداشته. به گفته خانم رحیمی، شارمین میمندی نژاد در آخرین تماسش از زندان حال جسمی مساعدی نداشته و تقاضای واکر کرده بوده. مؤسس جمعیت امام علی نزدیک به 4 ماه پیش بازداشت شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش شدید صادرات این کشور به ترکیه در 5 ماه نخست امسال خبر داده و گفته که دلیل آن صادر نشدن گاز طبیعی بوده. به گفته حمید زادبوم، صادرات در این ماه‌ها 2 میلیارد دلار کمتر از مدت مشابه در سال قبل بوده. ایران پس از روسیه دومین تامین کننده گاز طبیعی ترکیه است. پارسال هم ترکیه از کاهش شدید واردات گاز از ایران خبر داده بود.
اولین دادگاه جرائم سیاسی در ایران با حضور هیئت منصفه برگزار شد. سخنگوی هیئت منصفه با استناد به قانون اساسی گفته که رسیدگی به جرائم سیاسی علنی است. با این حال فقط خلاصه ای از روند این دادگاه در رسانه ها منتشر شده. در این دادگاه علیرضا زاکانی از چهره های شناخته شده اصولگرایان با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام نشر اکاذیب محاکمه و تبرئه شد. اما در پرونده دیگر مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب مجرم شناخته شد. قانون برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی در مجلس دهم تصویب شد. با اینکه از 368 قانون اساسی جرم سیاسی را به رسمیت شناخته، این اصل در 42 سال گذشته اجرا نشده بود. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که از امروز برای جلوگیری از افت شدید و تقریبا روزانه ارزش ریال و افزایش متناظر قیمت دلار، روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس وارد بازار ارز می‌کند. این خبر امروز قیمت دلار را که مدت‌ها رو به افزایش بوده کمی کاهش داد. ایران به علت تحریم‌های آمریکا با کمبود شدید ارز روبروست. در همین حال رئیس بانک مرکزی برای آزاد کردن حدود 2 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران به بغداد سفر کرده. حسرا ناجی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه ایران در چین در روزهای اخیر، کشوری که گفته می شود دست کم 20 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرده است به علت تحریم های آمریکا. از اینکه چین توافق کرده باشد دست کم بخشی از این پول را آزاد کند خبری نیست. تحریم های آمریکا ایران را با کمبود شدید ارز روبرو کرده، چیزی که اقتصاد ایران را فلج کرده، ارزش پول رو به شدت کاهش داده و قیمت دلار رو به همان اندازه افزایش داده. امروز رئیس بانک مرکزی هم به عراق رفته به امید زنده کردن دست کم بخشی از بدهی های عراق به ایران که آن هم به علت تحریم های آمریکا مسدود شده، دست کم 2 میلیارد دلار. با دعوای ایران و آمریکا و تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران، به گفته ناظران دست کم حدود 40 میلیارد دلار پول ایران در کشورهای دیگر مسدود شده است. بزرگترین بدهکار به ایران چین است با به گفته مقام های ایران 20 میلیارد دلار بدهی، رقمی که ممکن است بسیار بالاتر هم باشد. هند حدود 7 میلیارد دلار ایران را مسدود کرده و لوکزامبورگ بیش از 6 میلیارد دلار را. کره جنوبی دست کم 6 میلیارد ایران را در اختیار دارد و عراق دست کم 2 میلیارد دلار، رقمی که متعلق به 2 سال پیش است و امروز به مراتب بالاتر است. گفته شده که ژاپن 1.5 میلیارد دلار، امارات تقریبا 1 میلیارد و بریتانیا هم 0.5 میلیارد دلار ایران را در اختیار دارد، پولهایی که ایران به آن دسترسی ندارد. شرایط بسیار متغیره و فشار خب بالاخره بسیار سنگینه. ما برنامه‌ریزی می‌کنیم، خب دشمن هم برنامه‌ریزی خودش رو می‌کنه. ما اهدافی رو طراحی می‌کنیم، دشمنم یه حرافیای دشمنم که ضعیف نیست که. بالاخره متأسفانه خیلی از کشورها دارن همراهی می‌کنن به خاطر ترس از جریمه. خب یه سری پیش‌بینی‌ها ما می‌کنیم، اقداماتی می‌کنیم، بعد اونا پاتک می‌زنن و ما مجدداً بالاخره مسیرهای دیگه‌ای می‌ریم. همین هفته پیش بود که آمریکا باقی‌مانده بانک‌های ایران رو هم تحریم کرد، با هدف قطع کامل ارتباط مالی ایران با جهان خارج. اگرچه هم ایران و هم آمریکا میگویند که بعضی از این بانک‌ها که مجوز دارند میتوانند برای واردات غذا و دارو اقدام کنند. تحریم این بانک‌ها بلافاصله در بازار ایران تأثیر گذاشت و قیمت دلار به بیش از 30,000 تومان رسید، قیمتی که بلافاصله اثری بزرگ بر قیمت کالاها و حتی مواد غذایی در ایران گذاشت. مقام ایران حالا اعلام کردند که روزانه 50 میلیون دلار ارز به صورت اسکناس از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها وارد بازار می‌کنند. یعنی ماهانه 1.5 میلیارد دلار. کوششی برای شکستن قیمت دلار در بازار. کوششی که تاکنون تنها به کاهش کمی در قیمت دلار منجر شده. کسرانجی بی بی سی. در سنای آمریکا بررسی صلاحیت جدیدترین قاضی پیشنهادی رئیس جمهوری برای دیوان عالی از امروز آغاز شده. انتظار می‌رود انتصاب خانم ایمی کونی بارت بعد از یک نشست پر سر و صدای 4 روزه در کمیته قضایی سنا به رأی گذاشته شود. خانم بارت 48 ساله و محافظه‌کار گفته که در صورت تایید شدن در دیوان عالی بی‌طرفانه قضاوت خواهد کرد. حزب دموکرات به شدت با تصمیم دونالد ترامپ برای معرفی او پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده مخالفت کرده. خبرنگار ما سام فرزانه از کپیتول هیل مقابل کنگره در واشنگتن به ما پیوسته. سام، در این ساعاتی که از اولین جلسه گذشته چه اتفاقی افتاده؟
سعی کردن هر دو طرف، یعنی سناتورهای دموکرات و سناتورهای جمهوری‌خواه که هر کدوم به نوبت یکی در میون فرصت صحبت دارن که یک میشه گفت سخنرانی ابتدایی بکنن، سعی کردن هر کدومشون دلیل خودشون رو در موافقت یا موافقت با نامزدی خانم برت ابراز بکنن. دموکرات‌ها سعی می‌کنن این موضوع رو یادآوری بکنن که بنا به قاعده‌ای که خود جمهوری‌خواهان گذاشته بودن، وقت این در واقع اعلام نامزدی الان مناسب نبوده، حدود یک ماه مونده بود به انتخابات وقتی که این اعلام شد و اینا میتونستن صبر بکنن. بعد از انتخابات با اومدن سنای جدید و رئیس جمهوری جدید این کار انجام بشه. جمهوری خان از اون طرف میگن که خب این یک حق قانونی ماست که این کار را انجام بدیم، اشاره‌ای نمی‌کنن به اینکه چه سال 2016 خودشون چه قواعدی رو درست کرده بودن وقتی آقای اوباما در کاخ سفید بود، و هر دو طرف حالا سعی می‌کنن که موضع خودشون رو پیش ببرن. جمهوری خان مثلا میگن که خانم برت قاضیه و قاضی‌ها با توجه به قانون اساسی کار می‌کنن و واقعا فرقی نیستش که مثلا یک رئیس جمهوری دموکرات یا رئیس جمهوری جمهوری‌خواه اونها رو معرفی بکنه به سنا. اتفاقی که داره میفته اینها الان دارن صحبت میکنن، فردا میرن به سمت اینکه سوال جواب انجام بشه، یعنی سناتورها سوال میپرسن و خانم برت باید به سوالهای اونها پاسخ بده. ممکنه که خیلی در واقع پیش بینی میشه که خیلی صحبتها حزبی بشه و خیلی گفتگوها داغ بشه و کمتر هم اتفاقا انتظار میره که درباره فلسفه قضایی و حقوقی خانم برت از او سوال بشه، بیشتر امکان داره که مسئله سیاسی بشه. روز پنجشنبه اون موقع قراره که یک گروهی از کسانی که متخصص هستن و خارج از سنا هستن اونها بیان و شهادت بدن، مجدداً سناتورها با اونها سوال و جواب میکنن و پیش بینی میشه که دموکرات ها تقاضای یک هفته وقت بکنن. یک هفته وقت اون موقع میره برای روز 22 اکتبر. 22 اکتبر برمیگردن و کمیته حقوقی این قضایی اینها میان درباره اینکه میخوان رأی بدن به خانم برت یا نه رأی گیری میکنن، و خیلی هم براشون مهمه برای جمهوری خان که بتونن همشون حضور داشته باشن، چون اگه نباشن ممکنه که دفعه حتی از خود کمیته رأی نیاره. و بعد از اونه که اون موقع این نامزدی میره به صحنه علنی سنا و اون موقع همه سناتورها قراره که با هم دیگه در موردش تصمیم بگیرن و نظرشون رو بگن. متشکرم سام فرزانه. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران با اعلام ابتلای 272 نفر در یک روز دوباره رکورد شکست. 15 استان هم درگیر پیک جدید شد. رئیس بانک مرکزی ایران برای گفتگو درباره آزادسازی منابع ارزی مسدود شده بر اثر تحریم‌های آمریکا در عراق به بغداد سفر کرده. نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام شد. کمیسیون انتخابات گفته که امام علی رحمان با کسب بیش از 90% آرا برای یک دوره 7 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده. این پنجمین بار است که او رئیس جمهوری می شود. احزاب و گروه های مخالف دولت در داخل و خارج کشور انتخابات دیروز را غیرقانونی خواندند و بعضی هم آن را تحریم کردند. اسفندیار آدینه روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل تاجیکستان از لندن با ماست. آقای آدینه، چقدر میشه انتظار داشت که اساساً در 7 سال پیش رو آقای رحمان که 28 سال زمامداری تاجیکستان رو در دست داره تغییر موضعی بده یا سیاست‌هاش در راستای بهبود شرایط مردم تاجیکستان تغییر کنه؟ البته سیاست‌ها به سمت دموکراسی هرگز تغییر نخواهد یافت، همینطور که هست ادامه پیدا میکند. و اینکه زندگی مردم بهتر بشود یا نه، این بستگی دارد به وضعیت منطقه و وضعیت روسیه. در واقع برای اینکه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه هستند و بیشتر از نیمی تولیدات ناخالص داخلی تاجیکستان عبارت از پول است که اینها میفرستند، یعنی تاجیکستان وابسته ترین کشور به پول مهاجرت هست. یعنی در داخل هیچ کارهای نشده، مثلا به لحاظ اقتصاد آزاد نشده، اقتصاد هنوزم در کنترل خانواده خود رئیس جمهور هست یا نزدیکاش، و
تاجرا و سرمایه‌دارا آزاد نیستن که اونجا کار کنن و سرمایه‌گذاری خارجی هم نیست بجز سرمایه‌گذاری هایی که مثلا چین در روی پروژه های زیربنایی دارد و اون البته فرق میکنن، یعنی جلب سرمایه‌گذار به طور مستقیم سرمایه‌گذاری آزاد نیست، بیشتر دولتی هست. این چین که میدونین بیشتر دنبال منافع خودش هست و برنامه های خودش هست. اساسا این شکل انتخابات آقای آدینه چقدر مشروعیت داره با توجه به اینکه رقیب اصلی وجود نداره و فضای رقابتی واقعی نیست؟ خب طبیعی است که این انتخابات ها مشروعیتش زیر سوال هست و بسیار از تحلیلگرا، بسیار از مخالفا هم این مشروعیتش زیر سوال میبرن، به ویژه این انتخابات که یک ماه قبل از زمان برگزار شد که میبایست برگزار بشه و مثلا بسیار از مخالفا به ویژه رحمت الله ظاهرف که رهبری تنها حزب مخالف رسمی در تاجیکستان هست، اون این انتخابات غیر قانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد و البته تحریم هم کرد. البته این حزب تنها حزب مخالف است که چندان متاسفانه چندان نفوذ هم ندارد، ولی حزب هایی که همراه با آقای رحمان نماینده هاش در این نامزداش در این انتخابات شرکت کردند، عجیب این که اونها برای وارد شدن به مبارزات انتخاباتی 5% امضای 5% از رای دهنده ها رو جمع آورده بودند، ولی در انتخابات میبینیم که اینها حتی 5% رای هم نآوردند، فقط یکیش تونی 3% رای بیارد. یعنی اون امضاهایی که جمع کرده بودند خودش موردی سوال است. بعدا یک نکته دیگری عجیب این که در سال 2015 در انتخابات پارلمانی که اون زمان شد شمار انتخاب کننده ها حدود 5 میلیون، 4,900,000 اینجوری بود و حالا هم بعد از 5 سال بازم همین رقم ما داریم، یعنی این شماره رو داریم، یعنی در این 5 سال افراد دیگر اضافه نشدن گویاکی. این هم خیلی عجیب است و ارقام هم که میدن این کمیسیون مرکزی انتخابات میدن بیشترش مشکوک است و جدا از اینها خود این انتخابات که بیشتر صوری هست یا ظاهری یا نمایشی هست و معلوم است که در تاجیکستان حزب مخالف تقریبا وجود نداره، به جز اون یک حزبی که گفتیم و اونم همیشه مورد فشار و چی است تهدید هست، خود رهبرش چند بار هدف حمله قرار گرفته و مخالفا یک حزب اصلی مخالفان که حزب نسلی اسلامی باشد اون در سال 2015 ممنوع اعلام شد و بسیار از نماینده هاش در خارج از کشور هستند، بسیار از نماینده هاش رهبراش در زندان هستند و تا این وقت بسیار از شخصیت های منتقد و مخالف دیگر هم به زندان نشستند، بسیار از روزنامه‌نگارا در زندان هستند. متشکرم اسفندیار آدینا. نزدیک 11 مهاجر اهل آفریقا که تلاش می‌کردند با عبور از مدیترانه خود را به سواحل ایتالیا برسانند در آب‌های تونس غرق و 20 نفر دیگر هم مفقود شدند. گارد ساحلی تونس اجساد 8 زن و 3 کودک را دیشب از آب‌های نزدیک تونس بیرون کشید. در سال‌های گذشته بسیاری از مهاجران آفریقایی تلاش کردند با قایق از دریای مدیترانه عبور کنند و خود را به خاک اروپا برسانند. بسیاری از آنها در میانه راه غرق شدند. آنتونی فاوچی مشاور علمی کاخ سفید برای مقابله با کرونا میگوید تیم انتخاباتی دونالد ترامپ بدون اجازه او سخنانش را تقطیع و در یک آگهی تبلیغاتی استفاده کرده. در این آگهی تلویزیونی به نظر میرسد آقای فاوچی در تایید عملکرد رئیس جمهوری آمریکا در مقابله با همه‌گیری کرونا صحبت میکند و میگوید نمیتوانم تصور کنم که کسی بتواند از این عمل بهتر از این عمل کند. آقای فاوچی میگوید این سخنان در تایید عملکرد خودش و کارگروه مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید بوده، نه در ستایش عمل کرده آقای ترامپ. یک مقام ارشد دولت بلاروس گفته که به پلیس اجازه داده شده تا از نیروی مرگبار علیه معترضان استفاده کند. پیشتر در جریان اعتراضات در بلاروس دست کم 400 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پلیس بلاروس برای مقابله با معترضانی که در خیابان‌های مرکزی مینسک تجمع کرده بودند از ماشین‌های آبپاش، نارنجک صوتی و گاز اشک‌آور استفاده کرد. حالا این تصاویر دیدنی رو ببینیم که دو طبیعت‌گرد در ایران در شبکه‌های اجتماعی اخیراً منتشر کردند و بار دیگه از مردم خواستند ظروف پلاستیکیشون رو در طبیعت رها نکنند. مجید بگیر بیارش کلا، مجید بغلش کن بیارش. مجید بغلش کن بیارش.
بیا 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 پاهاشو بگیر اوپه. همینطور که میبینید در تصاویر به نظر میاد که یک حیوان که البته تو تصاویر مشخص نیست که آیا این حیوان سگ یا شغاله، سرش در یک بطری پلاستیکی گیر کرده و طبیعت گردان تلاش میکنن که او رو نجات بدن. همطور که دیدید این جانور خوششانس توسط طبیعت گردان ایرانی نجات پیدا کرد، اما همطور که تاکید کردن تلاش بکنیم که کیسه های پلاستیکی مون و مواد زبالمون رو در طبیعت رها نکنیم. همطور که میبینید حیوانات دیگری هم اونجا زندگی میکنند و آسیب میبینند. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com، صفحه اینستاگرام، توییتر و تلگرام بی بی سی فارسی رو هم همیشه میتونید برای آخرین خبرها دنبال بکنید. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما رو هم میتونید در وبسایت ما تماشا بکنید. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهیتون.